دوستان عزیزم سلام، یک شنبه 24 بهمن 1400. من یکی از کسایی هستم که 43 سال پیش همراه با مردم ایران به خیابونها ریختم تا سلطنت پهلوی رو سرنگون کنم و این کار اسمش انقلاب بود و هست و همیشه خواهد بود. حالا یه عده اومدن میگن که شما که رفتید انقلاب کردید، بیایید از مردم عذرخواهی کنید. و من حالا اومدم به شما بگم که اینا کی هستن، چی میگند و کیا باید عذرخواهی کنند. همه صحبت من اینه. ببینید، وقتی که در ایران انقلاب شد، یک حاکمیتی بر سر کار بود، یک نظامی بر سر کار بود که بالاش یک کسی بود به اسم شاه. شاه کی بود؟ من میخوام واقعیت اینو از طرف کسی که خودش در سرنگون کردن شاه در اون سه روز در خیابان‌ها بوده بشنوید. برای ما شاه که بود؟ من اون موقع 20 سالم بود، 19 سال 20 سالم بود. ببینید، برای شما امروز، برای خیلی از کسایی که امروز بهشون میگن سلطنت طلب، چون ببینید واقعیت اینه که ما جریانی به اسم سلطنت طلب نداشتیم در ایران. در زمان خود سلطنت شاه و سلطنت رضا شاه افرادی یا جریان سیاسی به اسم سلطنت طلب نیست و نبوده و اصلا تاریخا همچی چیزی ما نداریم. کسانی که در دوران شاه یا رضا شاه با سلطنت بودن، کسانی بودن که در خدمتش بودن، حقوق بگیر بودن، کار میکردن. یعنی آدمای شاه دوست و سلطنت طلب بین مردم اصلا چیزی به اسم یک جریان سیاسی سلطنت طلب نبود. تا سالهای بعد از انقلاب هم همچی چیزی نبود. یعنی کسانی که از نظام پیشین فرار کرده بودن، رفته بودن تو کشورهای دیگه، طلبکار نبودن، قایم میکردن خودشونو. از یه موقعی ما دیدیم که یه سری شروع کردن اومدن به اصطلاح سر آوردن بیرون، و از یه سالهای من حدود شاید 20 سال پیش و یک جریان کوچیکی شروع شد و کم کم تا اینکه رسید به سال 96. و سال 96 با زیرخاکی و داستان زیرخاکی رضا شاه چیزی درست شد که امروز در واقع میشه گفت یک جریان سیاسی میشه اسمشو گذاشت. یه چیزی ببینیم، مثلا ما جریان سیاسی مارکسیستی داشتیم در ایران، جریان سیاسی حزب اللهی داشتیم در ایران، ولی جریان سیاسی سلطنت طلب یه چیز جدیدیه، ما نداشتیم همچی چیزیو. و این جریان سیاسی سلطنت طلب یک سری رو با خودش برده، یعنی یه بخشی از جوانان میهن ما واقعا فکر میکنن که چیزی به اسم سلطنت طلبی یک حزب سیاسیه یا یک جریان سیاسیه که اینا طرفدارشن، و در نتیجه از توش حرفایی در میاد که ببینیم یک کسی که خودش تا چند سال پیش زیر عبای خاتمی بوده و خودش بخشی از این رژیم بوده و هنوز هم پاسخ مردم ایران را نداده که در آن سالها که با رژیم بوده چه کرده و کسایی که باهاش بودن و در کشتار مردم بودن چه کردن. مثلا هیچ وقت نیومده بگه که در سال 67 که 30,000 جوان مبارز ایرانی، مجاهدین و سازمان مجاهدین و سازمان چریکای فدایی و دیگر سازمان‌ها رو به دار کشیدن در حالی که اسیر و زندانی بودن، اینا رو چرا به دار کشیدن، اصلا به دار کشیدن یا نکشیدن، اصلا سکوت کرده راجع به تمام اون جنایات. حالا این یکی از آدمایی که اومده میگه که منی که انقلاب کردم سال 57 باید بیام عذرخواهی کنم از ملت. یک همچین جریانی که از اینجا شروع میشه تا جوانانی که امروز 19 سالشونه 20 سالشونه، هیچی نه از شاه میدونن، نه از سلطنت میدونن، نه از گذشته میدونن، و فقط میگن که آقا شما به اصطلاح انقلابیون، و به طور خاص میگن مجاهدین، شما از شوروی اومده بودید، ما یه شاه خوبی داشتیم که کوروشی بود، یه کوروشدامی، کوروش و داریوشی داشتیم، به اون عظمت بود، ما یه پاسپورت خیلی قوی داشتیم که پاسپورت یک بود در ایران، ایران همه چیش خوب بود، کفش ملی و پیکان و مملکت داشت رشد میکرد و کنار دریا همه با بیکینی بودن و ایران خیلی خوب بود. شما آمدید این ایران خوبه رو خرابش کردید، این شاه بزرگه رو که مثل کوروش و مثل داریوش بود اینو بیرونش کردید و دغمرگش دادید، پدر ایران بود و شما آدمای بدی هستید و حالا باید بیاد عذرخواهی کنید. یعنی این همچین سناریویی رو تلویزیون هایی که پول میگیرن، من و تو، ایران اینترنشنال و
و کارشون اینه که بیان یه دورانی رو که مردم ایران ازش عبور کردن، علیهش قیام کردن، انقلاب کردن و ازش گذشتن رو بیان رنگش بزنن، براقش کنن، بگن که دوران شکوفایی و دوران شکوه ایران بود، شاهان ایرانی اینجا بودن. یه سری اینها که خود شاه هم به عنوان پدر اینا رو تحصیل کرده بودن، پولای شاه بود، رفته بودن درس خونده بودن، شاه خیلی مهربون بود، اینا فرستاده بود خارج کشور، رضا شاه خیلی مهربون بود، اینا رفتن و نمک نشناس بودن و اومدن و شاه رو سرنگون کردن و حالا از اون بدتر خمینی رو آوردن و حالا خودشون هم کلک خوردن و خمینی هم اینا رو کش، چشمشون کور، چه خمینی کششون چه خوب، و تازه اینا از خمینی هم بدترن چون مسلمونن، اگه نیان خیلی بهتره، چون اگه اینا باشن بهتره، اینا که هستن اونا اگه بیان خیلی مسلمونترن، اسلامیان، خطرناکن، پس بهتر همین خمینی هم بمونه. ولی اگه این بره شاه بیاد، اونم کی؟ رضا پهلوی که تو لس آنجلس نشسته، اون بیاد. این سناریو رو به از سال 96 به این طرف به خورد جوونا دادن، به خورد یه بخشی از جامعه دادن، یه تعدادی که تعداد زیادی نیستن، طبیعیه که نیستن، اگر نه تشکلی داشتن، کاری میکردن، حرف بیشتر، همش تو فضای مجازیه، ولی یک چیزی درست کردن که نبود اصلا. و این چیزی که درست کردن در واقع اساسا پشتش یک طرف آخوندها هستند و یک طرف به طور اخص آخوندها هستند که نمیخوان که سرنگون بشن، و برای اینکه سرنگون نشن آلترناتیف های قلابی درست میکنن، راه حل های قلابی درست میکنن، و یک طرف هم اراده خارجی که نمیخواد که مقاومت مردم ایران به عنوان آلترناتیو مطرح بشه. پولایی هم که خرج میشه برای درست کردن تلویزیون های 55 میلیون پوندی در همین راستاست، برای اینکه در جهانی که ما میبینیم هیچ کس یک قرون پولش رو بیخودی خرج نمیکنه، حقوق ساعت 70 پوند و 80 پوند میدن به یه عده که بیان بگن که تونل زمان درست کنن. تونل زمان یعنی یه تونلی بزنن، برن تو زمان، برن شاه رو از تو تونل در بیارن، بیارن به جوونا بگن شاه خوب بود. حالا داستان چیه واقعا؟ ببینید، بله، در ایران یک نظام پادشاهی چندین هزار ساله، حداقل 3000 ساله بوده، با ما پدیده‌ای به اسم شاه داشتیم، ولی شاه به کی میگفتن؟ ببینید، شاخص‌ترینش همین کوروش و داریوش، یعنی یک سری آدمایی یا آدمی که این آدم به خاطر شجاعتش، جانفشانیش، به خاطر ایران دوستیش ایرانی ها رو جمع میکرده، اون موقع مرسوم بوده، می جنگ میکرده، کشورها رو فتح میکرده، بزرگ میکرده، ایران رو میکرده نصف کره خاکی، بعد میمده میشده کوروش، یک منشوری درست میکرده که اینقدر این منشور انسانی بوده که الان بالادر سازمان ملله، و بعد این بوده شاه ایران. یا مثلا نادرشاه که می جنگیده، شمشیر میزده، خودشو میکشته، میرفته تا هند که ایران رو گسترده بکنه، بزرگ بکنه، عزت و احترام ببخشه به ایران، و اینا رو اساساً برخواسته از مردم بودن و مردم حمایتشون میکردن، در کنارشون شمشیر میزدن، کشته میشدن تا ایران بزرگ بشه و اینا بشن شاه ایران. شاه این بوده تو تاریخ ایران. حتی قاجارها هم همینطور، یعنی آخرین سلسله شاهی واقعی در ایران قاجارها بودن که در به خاطر فتوحاتشون و در زمان عثمانی و این و اون، تاریخ من تاریخدان نیستم، ولی میدونم شاه واقعی بودن، یعنی خودشون با خواست ملت، با کمک ملت، با شمشیرزنی در با شمشیرزنی ملت در رکابشون اومده بودن، شده بودن شاه، و ایران رو بزرگ میکردن، تا اینکه آخرش مثلا میخورد به خنسی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، ایران رو خرد میکردن، تقسیم میکردن. قبلش هم همینطوری بود، همه سلسله ها شاهای اول دوم خوب بود، به شاه سوم چهارم که میرسید حراج میکردن اون چیزی که پدر رو پدر بزرگش گرفته بود تا یه سلسله دیگه بیاد. این داستان شاه ها بوده. آنچه که ما شاهدش بودیم، یعنی من وقتی چشمام رو باز کردم، یک بابایی بود که انگلیس ها آورده بودن گذاشته بودنش تو ایران، یعنی یک آدم اجنبی بود، اجنبی ها آورده بودنش، یعنی انگلیسی ها، اول پدرش رو انگلیسی ها آوردن، وقتی خواستن بیرونش کنن گفت به شرطی که پسرم بذاره جای خودش، یعنی شاهی نبود که جنگی کرده باشه و فتوحاتی کرده باشه. رضا شاه هم همینطور، رضا شاه فتوحاتی نکرد، در ایران جنبش آزادی خواهی همه جا رو گرفته بود، مردم میخواستن به آزادی برسن، آزادی، حالا من میگم رابطه آزادی با کنار دریا و با پاسپورت قوی و با پیکان و
بادهایده که به خون و اینا چیه؟ چون یه رابطه مستقیمی بین آزادی و همه این چیزایی که شما جوونا گولشو میخورید و به آرزوش میگید که حالا ما برگردیم به دوران پهلوی، همه اونایی که میگن، حالا بخششون من نمیگم، جوون غیر جوونم هستن، این آزادی رابطه‌ای داره. به هر حال مردم ایران دنبال این آزادی بودن. رضا شاه اومد جنبش‌های آزادی‌خواه رو سرکوب کرد، یعنی در گیلان جنبش جنگل رو سرکوب کرد، در آذربایجان کلونل محمد تقی خان پسیان رو سرکوب کرد، جنبش‌های آزادی‌خواهی رو که می‌خواستن ایران رو از چنگال دیکتاتوری‌ها نجات بدن، از چنگال حکومت منحوس قاجار نجات بدن و یک جمهوری در ایران بیارن. اینا رو سرکوب کرد با حکم آیرون ساید انگلیسی، اینا رو سرکوب کرد ایران رو، بعد اومد گذاشتنش بالای ایران، آزادی خواها رو کشت، گفت من شاهم. یعنی یک آدمی که هیچ ربطی نه به شاه قبل از خودش داشت، نه به کوروش و داریوش و اینا که هیچی اصلا نداشت، اومد گفت من شاهم الکی. چرا؟ چون جنبش آزادی خواهی رو سرکوب کرده بود. واقعیت اینه، تاریخ اینه، برید تاریخ رو بخونید. بعد پسرش خودشم اومد، حالا بگذاریم از اینکه خودش بعد از یه مدتی به خاطر اینکه حرف این ارباب رو گوش نکرد، حرف اون، به خاطر اینکه از هر انگلیسی ها گذاشته بودنش، رفت طرف آلمان ها رو گرفت زمان جنگ جهانی دوم، اومدن گذاشتنش کنار، پسرش رو باز انگلیسی ها و بعدش آمریکایی. یعنی من جوون 18-19 ساله یه کسی بالا سرم بود و شاه من بود و شاه مملکتم بود که آدم خارجی ها بود، آدم آمریکایی ها بود. بعد شما میگید من نباید با این مبارزه میکردم، نباید به خاطر اینکه میهنم مستقل باشه، حاکمی بالا سرش باشه که من انتخابش کنم، نباید با این شاه میجنگیدم، نباید بیرونش میکردم چون تو کنار دریا مردم بیکینی داشتن. حالا این قصه که شما میگید، ایران که اینجوری نبودش که، یک اقلیت بسیار کوچیکی که به خاطر اینکه یه بخشی از پول نفت میمد تو ایران تقسیم میشد بین کسانی که داشتن کارگزاران همین نظام شاهی بودن، یک بخشیش تبدیل میشد به یک سری رفاه در اختیار یک اقلیتی. من کاملا قبول دارم که علت اصلی انقلاب در ایران فقر نبود، کاملا مردم ایران به اون نقطه نرسیده بودن که فقر باعث بشه که بخوان بیان شاه رو سرنگون کنن. من کاملا قبول دارم که کسانی که اراده کردند حکومت شاه رو سرنگون کنن آزادی خواهان ایرانی بودن که اون موقع در زندان ها بودن، جوانانی که تحصیل کرده بودن آزادی رو میفهمیدن و میخواستن در ایران آزادی بیارن، این رو کاملا قبول دارم. ولی معناش این نیستش که دوران شاه مردم همه خوب بودن، همه راضی بودن، نه اینطوری نبود. مردم از یک حالتی که فقر مطلق بود قبلش داشتن عبور میکردن، یه مقدار مسئله رفاهی بهتر بود. مثلا مردم در شرایطی نه، هنوز به مرحله نرسیده بودن که بخوان بیان، در واقع به خاطر چیز در تمامیت دارم میگم، به مرحله برسن که بخوان سر... بله آزادی خواهان پیشگامان جامعه، ادامه راه مشروطه و ستارخان و باقرخان و مصدق همینطور داشت میمد جلو. چرا؟ چون آزادی میخواستن، چون حکومتی رو که آمریکایی‌ها گذاشته بودن سر کار در ایران، آدمی رو که اصلا ربطی به شاه نداشت، حالا اومداد میگفت من کمم نمیخوام، میگفت من شاه شاهانم، یعنی میگفت کوروش شاه بوده، نمیدونم نادرشاه شاه بوده، من شاه همه اون شاهام. یه آدمی که خارجی‌ها گذاشته بودنش تو ایران سر کار، کاری نکرده بود، خودش شاه نبود، آدم خارجی‌ها بود، آدم اجنبی بود در ایران. من میهن پرست ایرانی نباید آدم اجنبی رو از مملکتم بیرون میکردم. شما جوان 18، من اون موقع 19 سالم بود. حالا این آدم اومده ارزم شما که این میگه من شاه شاهانم و از همه اون شاه هم سب، یعنی چون کسی نبود، هیچی نبود، خودش رو چسبونده بود به اونا. جشنای 2500 سال میگه که بزرگی اونا رو بچسبونه به خودش. حالا شما میگید که این انقلاب کردن و بیرون کردن یه همچی چیزی معذرت میخواد، یعنی منظورم که ببینید بحث رو به کجا برده رژیم، آخوندها بحث رو به کجا بردن. اولا که انقلاب یه مفهومی داره به لحاظ اجتماعی، تمام ملت‌های بزرگ جهان با انقلاب متکامل شدن، پیشرفت کردن. انقلاب بخشی از حرکت اجتماعی یک جامعه است،
مثل درختیه که شکوفه میده و میوه میده و هر سال باز دوباره شکوفه میده. انقلاب وقت انقلاب در یک جامعه شکوفه دادن درخت جامعه است. انقلاب که درست و غلط نداره، انقلاب میاد. حالا این که این انقلاب بعدن توسط کسانی منحرف شد، یعنی این که چون آزادی خواهانی که انقلابی بودن و آزادی میخواستن در زندان ها بودن، حنیف نژاد ها، حنیف نژاد، سعید محسن، انقلابیون بزرگ، علی اصغر بدیزادگان، جزنی، امیر پرویز پویان، احمدزاده، حمید اشرف، انقلابیون بزرگ، رهبران بزرگ آزادی خواه در زندانهای شاه بودند و شاه اومده بود ولیعهد خودش رو در واقع به طور واقعی که خمینی بود رو حفظ کرده بود، فرستاده بود از ایران بیرون، فیلمش رو بازی کرده بود که یعنی من باش مخالفم، فرستاده بود در امن و امان بود، آخوندها رو از سربازی معاف کرده بود، مسجدها در دوران شاه چند ده برابر بیشتر شد نسبت به زمان قبلش. اصلا نفس این که آخوند در ایران تبدیل شد به خمینی، داستانش برمیگرده به رضا شاه. در سال 1301 رضا شاه نخست وزیر شد، نخست وزیر احمد شاه. احمد شاه یه فیگور بود دیگه، تموم شده بود دورانش. در همون سال انگلیسیا رفتن، یک شیخی در عراق بود، در ایران ما حوزه علمیه نداشتیم، حوزه علمیه نبود، یه سری آخوند برای خودشون میچرخیدن، دعا میخوندن تو نجف و میگم تو قم و این ور اونور سر قبر مرده ها، یه حلوایی میگرفتن میخوردن. روحانیت و روحانی و مرجع و حوزه علمیه قره اینا ما در ایران نداشتیم وقتی رضا شاه نخست وزیر احمد شاه شد. در نجف حوزه علمیه بود، یه کسی بود به اسم حائری یزدی، این آدم گنده نجف بود، یا آخونده دزد مفخوری بود در نجف، اون گنده اونجا اون موقع. انگلیسا همین آیرون ساد گفتن رضا شاه اینو ورش داشت، بردش اووردش توی ایران تو قم، حوزه علمی قم رو تأسیس کرد در سال 1104. یعنی اصلا ما در ایران آخونده تشکیلات آخوندی نداشتیم. همزمان با رضا شاه تشکیلات آخوندی در ایران شکل گرفت، تأسیس شد حوزه علمی قم در مسعد، در قم حوزه علمیه تأسیس شد، آخوندها جمع شدن، تشکیلات درست کردن. خودش هم میگه بودجه میخوام، بهش میگن بیا حوزه درست کن، بیا بودجه میخوام. بودجهش اومد انگلیسا آوردنش. بعد پسرش که شاه بود همه انقلابیون رو کرد تو زندان، آزادی خواهان تحصیل کرده ها، همه اینا که من اسم بردم از حنیف نژاد تا حمید اشرف، اینا همه تحصیل کرده ها و نخبه های اون موقع بودن، دانشگاه صنعتی شریف اون موقع با همشون، اسمش دانشگاه آرامیامه بود، اینا همه برجستگان این میهن بودن، آزادی خواه همه رو کرد تو زندان ها. خمینی رو با سلام و صلوات فرستاد تو عراق تو نجف که بعدش برگرده بیاد با آمریکاییان ببینن داره دو ایران انقلاب میشه، بگن خب حالا نکنی وقت انقلاب بشه این آزادی خواه بیان ایران رو جمهوری بکنن، به آزادی دست پیدا کنن، با آزادی که مصدق می‌خواست دست برسه دست پیدا کنن، با آزادی که مشروطه‌خواها می‌خواستن دست برسن پیدا کنن. گفتن خمینی میاریم به جای اون. اونا که تو زندان اول که کشت، یه نسلی از رهبران آزادی‌خواها رو شاه کشت، دار زد، تیربارون کرد، حنیف نژاد، جزنی، اینا همه رو کشت. نسل دومشون که رجوی و آقای رجوی و دیگران بودن تو زندان، ما زندان بودن، کاری نمی‌تونستن بکنن. اینو برای اونا میگم که شما رفتید خمینی رو آوردید، مبارزین تو زندان ها بودن، اصلا میخواستن بکشنشون تو روزای آخر. وقتی خمینی رسیده بود پاش تو تهران، میخواستن برن بکشن آقای رجوی و دیگر انقلابیون رو در زندان قصر، و زندانیای دیگه حواسشون بود که نکشن این رهبرانی که باقی موندن. خمینی دیگه تموم شده بود، اومد تو پاریس، از تریبون سیاسی پاریس استفاده کرد، از بلنگوی سیاسی پاریس استفاده کرد، بچه‌ها با هوا پلند شد اومد ایران رو سوارش شد. مردم هم که نمیدونستن، یک اکثریتی از مردم همچین مسلمونی هم نبودن، ولی خب دیگه اون خمینی اومده بود، هی میگفت اسلام اسلام، مردم هم گفتن اسلام، همه یه دفعه ریش گذاشتن، همه یه دفعه مسجد برو شدن. ولی تو همون دوره‌ای که انقلابیون در زندان بودند، مسجدها در ایران چندین ده برابر شد، شبکه آخوندی در ایران درست شد، طلبه ها به خاطر اینکه سربازی نمی رفتن آخوندها نیرو گرفتن، یاریگیری کردن، تشکیلات درست کردن. خمینی
به خاطر اینکه وقتی شاه سقوط کرد در ایران یک تشکیلات بیشتر نبود، فقط یک تشکیلات، اونم تشکیلات آخوندی بود. معلوم بود که میگیره. وقتی آزادی خواها تو زندانن، رهبرانشون رو کشتن، تشکیلاتشون رو ضربه زدن، خب خمینی که تشکیلات داره میاد تو تهران راحت حاکمیت رو قبضه میکنه و کرد. پس تاریخ این بوده. حالا این رو برای شما وارونه کردن، حاصلش این شد که امروز یه عده بیان بگن آقا شما بیاد عذرخواهی کنید بابت انقلاب. این حاصلشه که من فقط دارم اینو یادآوری میکنم که میگم که تاریخ رو اونطوری که هست باید دید. شاهی که تو ایران بود شاه نبود، یه آدمی بود که اجنبی‌ها گذاشته بودنش. وظیفه هر ایرانی بود قبل از هر چیز، حالا مارکسیست باشه مسلمون باشه، وظیفه هر ایرانی بود که شاه رو از ایران بیرون کنه، یک حکومت ملی بیاره سر کار. چون شاه آدم اجنبی بود، وقتی یه اجنبی آمریکایی شاه رو در ایران میذاره برای چی میذاره؟ برای اینکه منافع خودش رو تامین کنه، منافع آمریکا رو. یعنی شاه بشه ژاندارم منطقه، کمک بکنه بره اگه در کشورهای منطقه کسی شورش کرد برای آزادی مثل ظفار، بره سرکوب کنه. اگر در ویتنام مردم انقلاب کردن برای اینکه خلاص شن از دست آمریکا، بلنش نیرو بفرسته توی ویتنام. در داخل چاهای نفت، اقتصاد، همه چیز تحت کنترل آمریکا در بیاد. یه جایی هم که هوا ورش داشت یا فکر کرد که میتونه مستقل باشه یه حرفی بزنه، خب گفتن مردم که دارن انقلاب میکنن، اینم که داره این حرفا رو میزنه، خب راه باز انقلاب، باید جلو انقلاب رو گرفت. نشستن با بلژینسکی و با دیگران انقلاب رو منحرف کردن که سرنوشت مردم ایران به دست خودشون نیفته و اون انقلاب منحرف شد، تموم نشد. انقلاب به شرطی تموم میشد که کسی جلوی خمینی نیسته. برجسته ترین جوانان ایرانی جلوی خمینی ایستادن، 400 500 هر شب میکشتن در سالهای 60 و 61 در تهران، تیربارون میکردن تو تپایوی. اینا جوانان، هر کدوم از شما که از من حرفای منو گوش میدید از خانوادتون، از بزرگتراتون بپرسید، بهترین جوانان خانوادهاتون در اون سالها اعدام شدن، آگاه ترینشون، میهن پرست ترینشون. مبارزه با حکومت شاه عین میهن پرستی بود، چون یک حکومت دست نشانده بود، یک آدمی بود که هیچ ربطی به شاه و شاههای ایرانی نداشت. مضاف بر این که دوران سلطنت در ایران خیلی قبلترش تموم شده بود، در دوران مشروطه دیگه دوران سلطنت تموم شده بود. چرا که سلطنت با خودش و در ماهیت خودش نفی آزادی رو داره. ببینید شما میگید که ما پاسپورت پول و چیز بخوایم، قوی میخوایم، آبرو و عزت زمان شاه پاسپورتمون قوی باشه، پول زیاد داشته باشیم، بتونیم این آزادی ها مگه تو زمان شاه نبود؟ شما میگیم بود دیگه. چرا نموند این امتیازات، این آزادی، این رفاهی که شما میگید، این مگه زمان شاه نبود؟ چرا از بین رفت؟ تضمین این که یک نظامی که یه سری رفاه میاره، پاسپورتش خوبه، هایده هست، گوگوش هست، جمیله میرخصه، اینا هستش، تضمین باندگاریش مگر این نیستش که اون حاکمیت مردمی باشه که آزادی رو نگیره از مردم تا کسی سرنگونش نکنه؟ چرا شاه سرنگون شد؟ چرا خمینی و کارتر دست به یکی کردن که شاه رو سرنگون کنن به قول شما؟ چرا؟ اونطور که شما فکر میکنید، برای اینکه آزادی نبود، مردم باهاش نبودن. خب همین چیز فردا تکرار میشه. مگر در افغانستان آمریکایی‌ها 20 سال نرفتن همین چیزایی که شما میگید خیلی خوبه، زمان شاه خوب بوده، پاسپورت خوب، پول، امکانات، نمیدونم مدرنیته. خب تو افغانستان 20 سال بردن، سه روزه طالبان زیرا بهش زد، سه روزه. بدون آزادی هیچی پایدار نیست. بدون آزادی هایده و گوگوش و جمیله و پاسپورت قوی و پول دلار و فلان و اینا پایدار نیست. همه اینا وقتی پایداره در یک نظام که اون نظام از مردم نترسه و نظامی از مردم نمیترسه که آزادی بده. و سلطنت نمیتونه آزادی بده. آزادی یعنی که مردم انتخاب بکنن، یعنی رأی بدن، یعنی جمهوری. در یک نظام سلطنتی آزادی جایی نیست. سلطنتی مشروطه میگن، یه دی میگن نخیر سلطنتی مشروطه. سلطنتی مشروطه در یک کشوری که سابقه دیکتاتوریش به چند ده قرن برمیگرده، سابقه دیکتاتوری،
هر نظامی که توش مطلق و خلص آزادی و رأی نباشه و صندوق رأی نباشه، بلا فاصله تبدیل میشه به دیکتاتوری. صندوق رأی واقعی به هیچ وجه همچین دلیلی نداره که مردمی که قیام کردن، انقلاب کردن برای آزادی، برگردن دوباره به سیستمی که توش آزادی تضمین نداره. چه دلیل داره یکی بیاد بشه آقا بالا سر نمادین؟ و اونی هم که شما میگید آقا بالا سر نمادین، خودش قبول نمیکنه. خودش میگه، رضا پهلوی تو صحبتاش میگه، میگه شما میگید من بیام اونجا من اینجوری به دردم نمیخوره، من میخوام حاکمیت داشته باشم، تصمیم بگیرم، به عنوان آدم بزرگ بشینم تصمیم بگیرم. شاه هم همینو میگفت. شاه وقتی مصدق اومد سر کار، اومد گفت من سلطنت نمیکنم، فقط حکومت میکنم. معذرت میخوام، گفت حکومت نمیکنم، فقط سلطنت میکنم، یعنی تو امورات کشور دخالت نمیکنم. 6 ماه بعد اومد مصدق و گفت نه این کارو نکن، اون کارو بکن، بچه هم سرنگون کرد، کمک کرد، با کمک آمریکایی‌ها سرنگون کرد دولت ملی دکتر مصدق. برای چی آزموده چیزی که آزموده شده رو دوباره بیازماییم؟ چقدر دیگه آدم باید کشته بشن تا بفهمیم که در ایران نون و آب و هایده و جمیله و بزن و برقص و پاسپورت قوی وقتی میاد که مردم برن توی صندوقای رای رای بریزن، آدمی که بالا سرشون میخواد بیاد و خودشون انتخاب کنن تا با دل و جون ازش حمایت کنن، اراده خارجی نتونه سرنگونش کنه، اراده خارجی نتونه بزنتش زمین. این راهشه. حالا من فکر میکنم که همه اونایی رو که بهشون میگن الان سلطنت طلب، در واقع هیچ کدوم سلطنت طلب نیستن. اینا کسایی هن که دلشون پاسپورت قوی و بزن و برخص و وضع اقتصادی خوب و خب اینا، منم همه اینا رو دلم میخواد، فقط من میدونم که با نظام پیشین و با بازگشت به نظام شاه همچی چیزی به دست نمیاد، چون اصلا مقص ممکن نیست برگردی به گذشته. اگرم به دست بیاد پایدار نیست، از دست میره. چون تجربه کردم اونایی که جوانترن نمیدونن که هیچ کدوم اینا رو با بازگشت به گذشته نمیشه به دست آورد، و اصلا بازگشت به گذشته به لحاظ تغییراتی که در جهان اتفاق افتاده امکان پذیر نیست. اگه امکان پذیر بود یه حکومت آمریکا میمد یه حکومتی رو میذاش هی پیش پیشش میکرد، 100,000 تا نیرو هم بهش میرساد مثل افغانستان، و این میتونست پا بگیره و قوی بشه و در مقابل ارتجاع خشنی که بر کل منطقه حاکم شده الان در از افغانستان تا لبنان میتونست مقاومت کنه. خب اگه میشد که در افغانستان شده بود، چرا تو لبنان نمیشه؟ چرا تو لبنان یک گروه اندکی که با ریش و پشم و با کثافت آخوندی اونجا رفتن لبنانی رو که عروس خاورمیانه بوده رو نمیذارن توش یک حکومت معمولی که مزاحم مردم نباشه، بذاره اقتصادش پا بگیره، مردم آسایش داشته باشن، رفاه داشته باشن، آهنگ گوش بدن؟ چرا نمیذاره؟ برای اینکه تموم شده دوران اینجور حکومت ها. فقط با آزادی، آزادی که از تو صندوق رأی واقعی در میاد، میشه به آسایش و آرامش رسید در ایران. هایده و گوش و جمیله و بزن و برخص در نظامی که 50 سال پیش بیرونش کردن، امروز کسانی به اسم اون نظام، چون واقعی نیست همچی چیزی، واقعیت اینه که سلطنت طلبی به اسم واقعیت سلطنت طلبی وجود نداره. این توهم رو که ایجاد کردن چون یه نمونه داشته 40 سال پیش، و تلویزیون من و تو و تلویزیون ایران اینترنشنال هی نقب تونل میزنن به 40 سال پیش که بگن اینجوری بوده پس دوباره میتونه اونجوری بشه، این یه فریبه، یه فریب بزرگه. اونجوری که میگه من و تو و ایران اینترنشنال نبوده، شاه هم کورش قدر قدرت و داریوش و اینا نبوده، یه اجنبی بوده که آمریکایی‌ها گذاشته بودنش، هیچ اراده و اختیاری نداشت، هیچ قدرتی نداشت، به محض اینکه بهش میگفتن برو بیرون میرفت، به محض اینکه خبری میشد ایران رو ول میکرد میرفت، چون جون خودش رو میخواست نجات بده. و در ایران هم مردم در رفاه و آسایش نبودند، یک اقلیتی در رفاه و آسایش کنار دریایی بودند. البته مردم به نقطه نرسیده بودند که به خاطر فقرشون علیه شاه قیام کنن. آره این حرف واقعیه. ولی آزادی خواها در ادامه آزادی خواهیشون هنوز جنبش آزادی خواهی ایران یک لحظه خاموش نشد بعد از سقوط دولت ملی دکتر مصدق، بیشتر و بیشتر گل گرفت. پس
آزادی خواهی به عنوان حرف اصلی، حرف اصلی برجستگان و نخبگان مردم ایران از 100 سال پیش تا الان هرگز متوقف نشده و جنبش آزادی خواهی بود که انقلاب میخواست و انقلاب حاصل جنبش آزادی خواهی در ایران و این انقلاب ادامه پیدا کرده و داره به نتیجه میرسه، اون جنبش داره به نتیجه میرسه. پس از سقوط خمینی در ایران هرگز دیگه یک دیکتاتوری متصور نمیتونه باشه، هرگز، به خاطر بهایی که مردم ایران دادن. چشمهای مردم ایران باز شده. در ایران کانونای شورشی دلیل واقعی ملموس این حرفند. اگر که در ایران امروز کانون شورشی هست، حاصل این آگاهی و این آزادی خواهیه. اگر که میبینید چه تلویزیون رژیم رو مختل میکنن، عکس خامنه‌ای ضربدر شده رو اونجا میان با عکس آقای رجوی و خانم رجوی و مرگ بر خامنه‌ای از تو تلویزیون و از تو عبای خامنه‌ای در میاد، یعنی که در ایران یک جنبش قوی آزادی خواهی هست که در اختناق مطلق کار خودشو میکنه. اگر بازار رضا رو بلنگوش رو هک میکنن، اگر میدونای فردیس رو هک میکنن، همه جا شعار مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خامنه‌ای، این صدای مردم و جوانان ایرانه. جنبش آزادی خواهی واقعی اینه. اون فریب سلطنت طلبی که گفتم اصلا جریان سیاسی سلطنت طلبی به طور واقعی به عنوان یک حزب یا جریان نه در گذشته وجود داشته، نه اینی هم که الان وجود داره که هی فوتش میکنن اصالت داره. فقط میگم نوستالژی برگشتن به گوگوش و داریوش و پاسپورت قویه، خوبم هست، ولی نوستالژیه که مسیر غلط رو داره میره، خاک تو چشم شما دارن میپاشن. ممنونم از اینکه به صحبت‌های من گوش کردید. انقلاب 57 که بخوان یا نخوان، اونایی که میخوان بگن انقلاب بود و اونایی که از این انقلاب ناراضی‌اند میتونند به گواه تاریخ و به گواه همه انقلاب‌ها بفهمند که دوران نظام‌های دیکتاتوری تموم شده دیگه. در دولت ملت هایی که انقلاب میکنن به طور قانونمند به آزادی دست پیدا میکنن و ملت ایران اولین ملت هست در خاورمیانه که انقلاب کرده بر علیه دیکتاتوری وابسته به اجنبی و راه آزادی خودش رو طی کرده در این 40 سال و امروز به آزادی بسیار نزدیکه. ممنونم از محبتتون و از توجهتون.